آدمهایی آدم‌هایی که انرژی درونی پایینی دارن حالشون ناخوب هست و یه جورایی اون قعر قعر انرژی هستن یا نمیتونن کارهای مهم، کارهای بزرگ و کارهای خوبی رو انجام بدن و به سرانجام برسونن یا حتی اگر در این مسیر موفق بشن هم بهشون نمیچسبه یه جورایی حالشون با کاری که انجام میدن و نتیجه ای که میسازن اوکی نخواهد شد چه باید کرد اگر آدمی هستید که به فکر موفقیت هستید اگر آدمی هستید که در مسیر موفقیت هستید از جمله مهمترین مهارت هایی که شما روی اون باید کار بکنید این هست که چجوری در اوج اوج انرژی قرار بگیرید خبر خوبم این هست که این یک مهارت هست عین تمام مهارت ها شما میتونید روش کار بکنید و خبر بدم هم این هست که یه ذره سخت هست ولی میشه هر چیز سختی رو از یک جایی شروع کرد شاید رسیدن به اوج انرژی و موندن در انرژی بالا نقطه شروعش برای شما همین ویدیو باشه در نتیجه پیشنهاد میکنم تا آخر با این ویدیو همراه باشید وقت بخیر دوستان جان امیدوارم حالتون خوب خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا کانال یک پله بالاتر هست من در این کانال در حوزه رشد فردی و ارتقای کسب و کار محتوای ویدیوی تولید می کنم اگر به این موضوعات علاقه من هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید الان بهترین فرصت هست دکمه سابسکرایب رو بزنید کنارش دکمه زنگوله بزنید تا وقتی که من ویدیو منتشر می کنم یوتیوب شما رو باخبر بکنه بریم ببینیم چطور انرژی درونیمون رو افزایش بدیم عنوان این ویدیو همین هست چه کارهایی باید بکنیم که انرژی درونیمون رو افزایش بدیم قبل از اینکه وارد اصل صحبتمون بشیم یه پیشنهاد دارم بیاید به این فکر کنید که شما وضعیتتون از بابت انرژی درونی از چه قرار هست چه کارهایی میکنید که انرژیتون رو بالا ببرید و خیلی خوشحالم میکنید اگر همین رو در کامنت ها بنویسید این قول رو بهتون میدم که اگر جواب شما خلاقانه باشه یه متدی برای خودتون داشته باشید که با استفاده از اون انرژی درونیتون رو بالا میبرید که این متد ممکنه به درد بقیه دوستان بخوره در ویدیوهای بعدی که در این حوزه میسازم حتما کامنت شما رو هم معرفی میکنم اسم شما رو هم میارم و کانالتون رو هم به دوستان معرفی میکنم چرا چون ما در یک پله بالاتر با همدیگر یاد میگیریم و رشد میکنیم این اولین باری است که من از شما میخوام که متدتون رو در کامنت برای من بنویسید پس یا الان یا در پایان این ویدیو حتما دست به کار بشید خب چطور انرژی درونیمون رو افزایش بدیم من چند تا نکته رو آماده کردم که روی این نکات با هم دیگر کار میکنیم فقط این رو هم باز همین ابتدا بگم آدمی هستم که همه اینهایی که میخوام بگم رو رایت کردم و صادقانه در اوج انرژی همیشه زندگی میکنم اگر جزو کسانی باشید که از نزدیک با من ارتباط داشتید دیدید که در فراز و فرودهای زندگی من همیشه انرژیم بالا بوده چون این رو به عنوان یک مهارت شناختم و به عنوان یک مهارت یاد گرفتم نکته شماره یک خب اجازه بدید حالا شد نکته شماره یک مسئولیت را تماما بر عهده بگیرید خب ببینید خیلی از ماها فکر میکنیم که اون آدم هایی که ما اونها رو میبینیم که حال خوب دارن انرژی بالایی دارن اوکی هستن با زندگیشون اینا یا یه پدر پول دار دارن یا شریک زندگی ای دارن یا از یه جایی مثلا یه کسب و کار شست رفته رو بهشون دادن گفتن برو حالش رو ببر و ما اونها رو نداریم احیانا و چون ما اونها رو نداریم حالمون بد هست من نمیگم که اینجوری نیست و بعضی از انسانها واقعا از نیک روزگار به این نتایج نرسیدن اینو نمیگم اینو تاکید نمی کنم ولی میخوام از شما این تاکید رو دوباره داشته باشم و این رو از شما میخوام که مسئولیت حال خوب و انرژی درونی رو شخص شخص خودتون باید بر عهده بگیرید حالا اگر در کنارش یک پدر و پول دارم دارید چه بهتر اگر در کنارش یک شریک کسب و کار خوب هم دارید چه بهتر ولی اونها قرار نیست جای شما رو پر بکنن و قرار نیست این مسئولیت رو بر عهده بگیرن دوستان تا زمانی که من و شما خودمون آستین بالا نزنیم و انرژی درونیمون رو بالا نبریم کسی نمیاد این کار رو برای ما بکنه ولی چه اتفاقی میفته چنین انتظاری باعث میشه که ما همیشه از دور و بریامون انتظار داشته باشیم که یه کاری بکنن که حال ما خوب بشه یه کاری بکنن انرژی ما بالا بره دوست خوب من اگر تو خودت چنین کاری رو برای خودت انجام نمیدی چرا انتظار داری دیگری برای تو انجام بده؟ که اون دیگری هم اگر بلد بود برای خودش انجام میداد متاسفانه در دور بر ما اون آدم هایی که ما ازشون انتظار داریم که بلندشان حال ما رو خوب بکنن خودشون در این حوزه میلنگن متاسفانه و باز ما چشم راه اونها هستیم لطفا این کار رو نکنید مسئولیتش رو خودتون بر عهده بگیرید کسی جز شما نمیتونه واقعا نمیتونه این حال خوب رو به شما القا بکنه و حالتون و انرژیتون رو بالا ببره اگر موفق بشه خیلی موقتی و به درد نخور هست پس پیشنهاد اولم این هست که مسئولیت رو در این حوزه تماما خودتون به عهده بگیرید تنهای تنها هستید کسی جز شما نیست کسی قرار نیست کمکتون بکنه خب دست به کار بشید و انرژی درونیتون رو بالا ببرید توصیه های بعدی این ویدیو خیلی بهتون کمک خواهد کرد و در کنار یک مسئولیت پذیری تمام کمال میتونه یک شروع فوق العاده باشه نکته دو مثبت نگری را تمرین بکنید من کی بود چهار روز پیش بود داشتم کتاب می خریدم با اون دوست ارجمندی که مسئول اون قرفه هستن و اون بخش از کتاب های کتاب فروشی هستن یه رابطه سلام احوال پرسی خیلی خوبی هم داریم با هم صحبت از این بود که حوزه موفقیت در کشور ما مخصوصا حوزه مثبت نگری اصلا یه وضعیتی شده یه آشفت بازاری شده و متاسفانه مخاطب باورش رو به این کلمه داره از دست میده شاید شما هم از این گروه باشید نه من میگم که اینجوری نیست و مثبت نگری همیشه باید همراه ما باشه و همیشه باید به یکی از عادتهای اساسی ما تبدیل بشه شاید خیلی پیچیده کردید مثبت نگری رو برای خودتون ولی من یه مثال میزنم که جا بیفته براتون از منزل خارج میشید و ماشینتون در راه پنچر میشه خیلی طبیعی است برای هممون ممکنه پیش بیاد حالا آره من تصادف اینا نگفتم که نگید آقا منفی داره حرف میزنه پنچر میشه ماشینتون یه نگرش این هست که بگید خب حتما خیلی تو این اتفاق هست و حالا 20 دقیقه نیم ساعت دیرتر میرسیم ولی حتما خیلی در این کار هست این یه نگرش هست یه نگر... نگرش هم این هست که شما بگید بیا این هم از بخت من معلومه دیگه سالی که نکوست از بهارش پیداست اصلا این جلسه رو نرم بهتره این مصاحبه شغلی رو نرم بهتره همین ماشین از همین الان سر ناسازگاری با من داره ببین من برم تو جلسه چه اتفاقی میفته اینم یک نگرش هست این دوتا زمین و آسمان با هم فرق و نکته جذاب اینجاست که شما تصمیم گیرنده در مورد هر دوتای این نگرش ها هستید چطور ممکنه نگرش دوم رو انتخاب بکنید و حالتون خوب بشه اصلا همین مثالی که من زدم به شما حال خودم رو داره بد میکنه و احیانا ممکنه که اصلا انرژی شما رو هم بندازه چه برسه به آدم هایی که چپ و راست میرن و فقط اینجوری حرف میزنن و فقط اینجوری فکر میکنن معلوم انرژی چنین آدم‌هایی پایین هست اگر در این گروه هستید وقت اصلاح هست این نگرش رو عوض بکنید و انرژی درونیتون در ببینید چه جوری بالا میره من بعدا در مورد مثبت نگری مفصل با شما صحبت خواهم کرد همین یه مورد رو بگم بریم مورد بعدی خیلی ها میگن که آقا مثبت نگری یعنی که خودت رو گول بزن از واقعیت دور شو اوکی چی شده که منفی نگری گول زدن نیست ولی مثبت نگری گول زدنه چی شد وقتی میگی که حتما خیلی تو این کار هست اسمش گول زدنه ولی وقتی میگی که من میدونم حتما این جلسه رو من از دست خواهم داد حتما این مصاحبه از دست خوا... این این چرا گول زدن نیست اون یکی گول زدن هست نکنید این کار رو من از مثبت نگری جواب گرفتم من آدم مثبت نگری هستم و معتقدم همه چیز در این جهان بر وفق مراد من میچرخه بعدا در موردش صحبت میکنم به شما هم حتما توصیه میکنم بریم نکته بعدی فرمول شخصی خودتان را کشف کنید کارهای انرژی بخش را تکرار کنید خب از چی صحبت میکنیم از افزایش انرژی درونی یه سری اقدامات فیزیکی وجود دارند که این اقدامات فیزیکی حال آدم رو خوب میکنه گوش کردن به یک موزیک بازی بازی کردن با یک گلدون نشست و برخواست با یک انسان ارزشمند رفتن به بعضی محیط که ذاتا حالمون رو خوب میکنن و مهم نیست اونجا ما چی کار میکنیم مثلا وارد میشیم حالمون خوب میشه اینا فرمول شخصی هر کدام از ماها هستند یه مدیتیشن یه کتابخانی یه نوشتن یه تحلیل اینا فرمول شخصی ما هستند خوش به حال اون آدم هایی که فرمولشون رو پیدا کردند شک نکنید شما هم فرمول خاص خودتون رو دارید و شک نکنید که این فرمول حال شما رو خوب میکنه خب تکرارش بکنید چرا به جای اینکه کارهای انرژی بخش رو تکرار بکنیم برعکس عادت به این داریم که بیایم کارهای بد کارهای منفی کارهایی که انرژیمون رو داون میکنن رو تکرار بکنیم این یک اقدام بد و غلط هست لطفا نکنید این تلنگر هم ممکنه که برای شما خیلی تلنگر جدی باشه و احتمال میدم اگر این صحبت من رو جدی بگیرید از به بعد کارتون خیلی سخت نباشه فرمولت رو پیدا میکنی تکرارش میکنی نکته بعدی نگذارید هیچ انسانی انرژی درونی شما رو هدف قرار بده. دور ما یه سری آدم هستن دوست رفیق آشنا همسایه اعضای هیئت مدیره که ما هم عضوش هستیم چه میدونم اعضای تیمی که ما هم عضوش هستیم این آدم ها الزاما همگی آدم های خوش انرژی نیستن و حتی این احتمال هم وجود داره که خیلی هاشون آدم هایی با انرژی پایین باشن چون درصد آدم هایی با انرژی پایین متاسفانه در اجتماع ما خیلی بالا هست پس احتمال داره اینام یکی از اونها باشند این ما هستیم که به انسان ها اجازه میدیم که نفوذ بکنند که تاثیر بگذارند که انرژی ما رو پایین بیارند. از یه جایی باید یه دکمه آف بذارید رو این و دیگه اجازه ندید شاید بگید خیلی راحت نیست و من میگم آره ولی خیلی سختم نیست از یه جایی باید شروع کرد دیگه شما اجازه بدید هر آدمی هر جور دوست داره با شما رفتار بکنه هر جور دوست داره با شما صحبت بکنه بعد انرژیتون هم بالا بمونه ناممکن هست فیلتر بکنید آدم ها رو اولا لازم نیست با همه نشست و برخواست داشته باشید بلکه من میگم حتی ضروری هست که خیلی ها رو حس بکنید از زندگی تو میدونم ما میگید نمیشه ولی خب منم میگم میشه منم من, با اصرار میگم میشه در ثانی اگر مجبور هستید برای مدتی در یک تیمی عضویت داشته باشید اجازه نفوذ ندید اجازه تأثیر گذاری ندید و به این ترتیب این مسئله به خوبی خوب براتون کار خواهد کرد خب نگذارید هیچ انسانی انرژی درونی شما را هدف قرار دهد برای تاکید دوباره این را آوردم و مورد آخر در رخدادهای ناخوب سریعتر به مسیر تعادل برگردید زندگی فراز و فرودهای بسیار زیادی داره دوستان اصلا من نمیگم که همیشه قرار هست همه اتفاقها به کام ما شیرین باشه البته عمیقا معتقدم اونهایی هم که به کام ما تلخ هستن در ظاهر اینجوری انا تحلیل های ما اونها رو به کاممون تلخ میکنه ولی کاری نداریم فعلا من میگم اگر یک رخدادی در زندگی شما به وقوع پیوسته و این حال شما رو بد میکنه مدت زمانی که شما روی این مسئله تمرکز میکنید مهم است. سه ساعت سی ساعت سه روز یا سی روز این تعیین کننده هست آدمی که سی روز تمرکزش روی یک اتفاق بد هست با آدمی که سر سه ساعت میتونه این رو حل و فصل بکنه در ذهنش و به روال عادی زندگیش برگرده نتایجش قرار, قرار نیست یکسان باشه و من دوست دارم شما دوست خوب من هر چه سریعتر به وضعیت تعادل زندگیتون برگردید همه ما عزیز از دست دادیم و خدا رفتگان همه شما رو بیامرزه و همچنین رفتگان من رو چند سباهی قبل مادر بزرگ عزیزم از این جهان کوچ کرد انسانی بسیار دوست داشتنی بسیار مهربان خب روزی از روزها در منزل تنها بودم پشت میز کارم و یک آهنگ گوش می کردم که این آهنگ به زبان شیرین ترکیه ما در مورد مادر در مورد آنا داشت می خوند و ناخودآگاه همینجور اشک از گونه های من سرازیر می شد یه جایی به خودم اومدم گفتم اوکی خیلی خوب یاد مادر بزرگ کردیم یادش،, یادش، رو زنده نگه داشتیم و یه کوچولو روحمون هم جلا پیدا کرد ب... ولی بسته بسته چون کارو زندگی داریم و این یعنی سریعتر به مسیر تعادل برگشتن من اگر روزهای متمادی اشک میریختم یکی نبود بیاد بگه آقا جمعش کن چه کاری آخه هر کسی هم می بود شاید میگفت که آفرین عجب انسان رقیق القلبی هست عجب آدم عاطفه مندی هست خب معلومه مادر بزرگش رو خیلی دوست داشت ولی این شایسته من نیست چون من آدم روبه جلویی هستم من کارهای مهمی برای انجام دادن دارم و یک مقدار کوچکی حتی ناراحت شدن حتی نگهداشتن یاد و خاطره اون عزیز از دست رفتم کافی بود این بهترین مثالی بود که میتونستم برای شما بگم چون خودم از این روش تبعیت میکنم رخدات زندگی همیشه به کام ما نیستن ولی ما همیشه باید در سریع زمان به وضعیت تعادل خودمون برگردیم آخر این ویدیو هست میخوام از شما دعوت بکنم یک پله بالاتر دات همین الان برید پروفایلتون رو تشکیل بدید در دسکریپشن این ویدیو هم لینکش هست اینستاگرام ما رو از دست ندید کلی محتوای متفاوت اونجا پیدا میکنید و چنل یوتیوب یک پله بالاتر اگر هنوز سابسکرایب نکردید الان بهترین فرصت هست دکمه سابسکرایب دکمه زنگوله و مرسی که تا اینجا با من همراه بودید قول و قرار اولمون هم یادتون نره از روشهای خودتون برای بالا نگه داشتن انرژیتون با من صحبت بکنید و این قول رو هم میدم که اونها رو با دیگران من به اشتراک خواهم گذاشت اینجا آخر این ویدیو است بعد از خداحافظی من یوتیوب به شما دو تا ویدیو دیگر از کانال یک پله بالاتر رو پیشنهاد میده مسیرتون رو با من در این کانال ادامه بدید من آیدین نامدار با کلی آرزوی خوب با یک انرژی فوق العاده با یک حال خوب شما را به خدای بزرگ میسپارم تا دیدار بعدی در پناه حق بدرود